دوستانم تمدنهای مختلفی که بودم میرن همین یک تعداد مردمی که در افغانستان به نام قوم تاجیک زندگی میکنن باشندهای اصلی وطن افغانستان همین مردم است. نظر بدارد اصلی ترین باشندهای است. یه از که تمدن کوچک پیدا میکنه نمیاد. اما نمیبینی که در هر جا که قوم تاجیک هست در شهرهاست همین بازار در دست از همین مردم هست. خودت برو در ارگون تاجیکا رسد که تو بازار ارگون به دست شد. بازار گردش در دست از همین مردم هست. هر جا بازار هست یک دور سیر خود تیر کرد آمدن تمدن بلد شده نه سقوط کردن. همونطور چیز چنام دارنی ازبک ها آمدن در زمان سیر با اقراس و کیو 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 دیگه سلاجقه و هر یک در حد رسیدن سقوط و به می سلسله اقوام مردم دیگه بودن در جنوب افغانستان پشتون ها که یه مردم هم 200 سال پیشتر اصلا نه فرهنگی داشتن نه تمدنی داشتن نه مدنیتی داشتن و بودن در موجه و میبینیم که امو خاصیت های خود را تابال حفظ کردن و میاین این مردم از جنوب شروع میکنن تا یک دفعه دولت ایره در ایجه تشکیل و این دولت دوام کرده تا به امروز اینشالا تشکیل کرده دیگه همه که اتفاق میکنیم میرزی خاطر تشکیل کردن که با دگم های بعدی دوازی پیل افغانستانی رو باید تشکیل این است از نقطه نظر اقوام ترکیب ما شد که پشتون که آمدن یک قومی که از تمدن دورتر بودن 2-300 سال پیش آمدن آرام آرام وظیفه که دیگاه در تمدنان دارن خود را دید و یک حکومت فامیلی یک حکومت قبیلوی را در افغانستان تأسیس بود. از نقطه نظر ترکیب قوما همیست ترکیب و از نقطه نظر مذاهب ما شما در افغانستان ببینیم که یکی تسنن است و یکی تشدد. در تسنن فضل پروردگار کل یه حنیف مذهب یک تعداد نوی که برآمده چهار توابی و نه در شمار میشه و نه دیگه و انشاءالله اون مطمئن هستیم که در افغانستان حل شده روش غیر پشتکار است و طرف دیگه ایش که چیزی که در افغانستان وجود داره تشدد دیگه اصلا ادیان باطلی دیگه هندو و رفا بسیار اقلیت هستن که شاید 5% و 2% هم 5% هم که 1% هم نداشه. از نقطه نظر اقوام گفتم اول از نقطه نظر جغرافیایی تشریح کردم نه از نقطه نظر اقوام گفتم و از نقطه نظر مذهب هم گفتم و این رو هم اشاره کردم که همیشه این مد و جذب قوم ها بوده کی آمده گرفته و سقوط کرده و ای آمده گرفته و سقوط کرده که آله که دیگه آمده گرفته و همیشه در افغانستان این تحولات وجود داشته تا برای و یکی از ویژگی های خاصی که این دفعه در افغانستان وجود داره که در گذشته نبوده اگر بودم در سطح پایین و کمتره و اون چیز که یک دفعه سر تا پای افغانستان که باید تجاوز روبرو میشه قسمی که پیشتر اشاره کردم ملت اگر مسلمان هم بود در گذشته ها وقتی که این مردم اون مردم میآمدن فقط فکر و شعور و گفه نبود که تو حکومت میکنی یا ما حکومت یا چطور است یا شنان است گفت باقدر به این اندازه که امروز داغ است دیگه به این اندازه داغ نبود و چیز دیگه که امروز در اینجا وجود داره مسئله اسلام است یک سو مسئله ملیت هاست دیگه مسئله اسلام همه قسم که این انقلاب تأثیر انداخت در این کشورهای دیگه مسئله ناسیونالیسم دامن زد ملیت پرستی را و اسلام دامن زد پس افصل عملش سر خودش و امروز در افغانستان بگویی نگویی کس بگو چشم خود افت کنه که من یه حقایق نگویم نگویم که به نگویم نمیشه دو مسئله باز وجود دارم بانمو ترکیبه که من قصه کردم یکی مسئله ملیت خواهی و یکی مسئله اسلام اینشالا تشته کردم یکی مسئله چیست؟ ملیت خواهی است و یکی مسئله است دیگه به اسکاله در کل جای شنیده میشه و همه گی گپ میزنن که برادر از این به بعد دیگه 100-200 سال که ما تحت دیگه تسلط افغان ها بودیم دیگه قبول نداریم نمیشتنیم حکومت ها ظالمانه بوده حکومت ها این بوده از این به بعد ما قبول نداریم و به هیچ جای قبول نداریم و تعداد دیگه است که میگنی بگو اینا بایی ما قبلا حکومت کرده بودیم اکثریت تسلیم حکومت مگر واس قسم تغییر کرده خوال ملت همش بیدار است همش مسلح است همش در یک نوع سازمان های سیاسی متشکل شد و بدبختی دیگه اینکه سازمان های سیاسی هم این رقم بسیار مختلف نیست بگوی نگوی یک قسمت زیادی این ملیت ها آمده در جمعه یک قسمت ملیت های دیگه رفته در کلش قوم های پشتون ما در 6 سازمان تنظیم دیگه یک تعداد ملیت های دیگه که در گذشته به زعم خودشان محکوم بودن باز میگم متشکل شده در جمعه
و یک تعداد دیگر رفته در کجا؟ در حزب اسلامی و در حرکت و در کجا و در کجا شامل تکوید. و اون مردم هم دو تقسیم است. یک تعداد بازاینده میبینی، یک تعداد بگویی نگویی تمام مردمی که مربوط به بارکزه است. بارکزه یه چیز درانی، مردمی که درانی است و مردم گلجای، اون رو به شما گفته بودم نیست؟ گلجای درانی، درانی خیلی میره و گلجای خیلی میره و این احزاب سیاسی را یا امرای خود میبرن، قسمت اوس میبره و قسمت ادهی کرن. انشاءالا تشریح کرده؟ آیا قسمت عمده در حزب اسلامی، قسمت عمده در حزب اسلامی چی است؟ غلزه است. حکمتی خودش هم غلزه است نه؟ قسمت عمده در اینجا غلزه است. معلومی شد مبدلی؟